صبحتان بخیر بیننده های عزیز، ادامه برنامه صبح زندگی هست. مهمانی که همراه ما هست رومال فهیم هست که هر پنج شنبه مهمان ما میباشه و در رابطه به عکاسی گفتنی های زیاد و معلومات زیاد داره. این هفته هم آمده که بیشتر در رابطه به عکاسی بر ما و شما معلومات بده. سلام رومال، صبح بخیر. سلام به شما، صبح بخیر. صبح بخیر افغانستان و تمام عزیزان که همین کنون از دریچه تلویزیون آریانا ما را تماشا میکنن. امیدوار هستم یک صبح خوب آغاز کرده باشین. خب رومال جان، اولی که بازم صبح خودت بخیر باشه، در نخست یک تعریف از عکاسی داشته باش که عکاسی چی هست، بعد میریم سر گپا و گفتای دیگه. چرا نه، ما میخوایم فقط اما قبول کنیم که بر ما عکاسی خودش واقعیت در واقع یک عشق است و یک تعریف که می داشته باشیم. عموما اکثر اوقات اشخاص که میخوان با عکاسی آشنا شوند و از عکاسی چیز بدانند، همیشه تلاش میکنن تا مفهوم عکاسی را درست بدانن. مانند خود هنر عکاسی، تکتیک های عکاسی است، در پولی ازیب فکر میکنن که یک عکاس چی کارهایی را انجام میده تا یک عکاس فوق العاده و کامیاب میباشه. و در پولی ازیب عکاسی در لغت بیشتر روش عکاسی یا عکس برداری را میگن و در زبان های جهان بیشتر به فوتوگرافی معروف است و خیلی واژه های مدلان به زبان های مختلف هم داره. و یعنی تعریف های خاص و گوناگون خودش داره عکاسی. تعریف تو چی نداره که بخوای دقیق باشه که تعریف فقط همی است؟ تعریف علمی فوتوگرافی، چون خود فوتوگرافی از یک کلمه، از دو کلمه یونانی به دست آمده که خود فوتو به معنی نور است و گرافی یا گراف به معنی ثبت است، که می توانیم بگیم که نقش نور یا نقش کردن، نقاشی کردن با نور هم گفته میتونیم تعریفش کنیم. و در اصطلاح هم میتونیم عکاسی را ایجاد یک تصویر و یا ایجاد و ثبت یک تصویر نیز نام بگذاریم. بسیار خوب، خب تعریفی بود که رومال از عکاسی داشت و امیدوار هستم شما هم دقت کرده باشین و دریافت کرده باشین عکاسی میتونه چه مفهومی داشته باشه. بی در رابطه با این کمره‌ها هم بر ما کمی توضیحات بده رومال جان، این کمره نامش چی است و چگونه میشه با این کمره عکس گرفت؟ خب در دنیای عکاسی کمره های مختلف وجود داره. عکاسی انواع مختلف خود داره. عکاسی پروفشنال است، عکاسی ابتدایی است. بیشتر اوقات دوستداران عکاسی که هستن توان خرید کمره های گرانبها همچون این کمره ها یا پایانتر از اینا را ندارن. مثلا قیمت های ازی چند است؟ در حدود 2000-3000 دلار اینا قیمت دارن، تنها بادی کمره. و لنزایی که همراه از اینا میاد، چون لنزای جداگانه داره، اینا لنزایشان تبدیل میشه. بنابراین یک عکاس همیشه اگر میخواد در ابتدا عکاسی را بیاموزه و میخواد تمرین کنه، میتونه با کمره های ابتدایی هم آغاز کنه. از کمره های موبایل هم استفاده کرده میتونن. و یک عکاس خوب همیشه با کمره پروفشنال DSLRش نمیشه تعریف شد که یک عکاس خوب است. میتونه با یک موبایل ساده که در دست داره و در جیب خود نگاه میکنه، همیشه میتونه از او استفاده کنه و میتونه عکسای خیلی خوبتر بگیره. پس بیا یک تعریف از معرفی کمره هم داشته باش که کمره خودش چه بخشایی داره و هر کدام از اینا چه کارهایی انجام میده. مثلا لنز از چه کار انجام میده، این تگمایی که در پشت از این کمره هست و بعضی تنظیماتی که در این کمره هست. خب امروز فقط امیر ما بر دوستای عزیز که همین نکنون برنامه را تماشا میکنه، در نظر دیدیم که تا اولا کمره دیجیتال کمره DSLR را تعریف کنیم. همین کمره را دیگه. بله، تا با کسان هستند که مثال در خانه بر خود خریدن شخصا از این کمره استفاده میکنن، لیکن با خیلی از تنظیمات هست که اونا آشنایی ندارن، مشکلات دارن، بعض اوقات نمیتونن که با تنظیمات مانوال که استفاده میشه از او استفاده درست کنن. پس امروز کوشش میکنیم که همین یک تعریف خاص از خود کمره داشته باشیم که در کمره چی چیزا وجود داره. خوب است. در قسمت اول دکمه شاتر است که همین قسمت است. خب این قسمت امیدوار هستم همکار عزیز ما یک ویدیو را پلی کنن، چون در ویدیو برای بیننده ها خوب هم واضح معلوم میشه که کدام قسمت مربوط چی میشه. درست است، همکار زحمت میکشن و تیار میکنن برشان. دکمه شاتر است که با فشار دادن از این ما میتونیم یک لحظه را ثبت کنیم. خوب است. و در پولی از این تغییر حالت است. این دکمه های تغییر حالت است که یک قسمت از این هست. در هر کمره پروفشنال DSLR
وجود داره. در بیشترین کامره های دیجیتال خرد یا کامپکت کامره که خرد است، دو ای آپشن ها بسیار کمتر دیده میشه. اما در کامره دیجیتال DSLR بیشتر از این آپشن ها وجود داره. قسمت به دو قسمت تقسیم میشه که یک قسمت از این قسمت مانوال است که از قسمت های دپت اف فیلد داره یا عمق میدان داره. قسمت مانوال فول مانوال است، یعنی عموما میتونن از تمام آپشن ها خودشان با دست تنظیم کنن. خوب است. نقطه ای وی داره و دیگه ایرا را بعدا برشان تعریف میکنیم. میایم قسمت بخش فلاش داخلی. فلاش داخلی کامره ها عموما کامره های دی اس ال آر امرای خود یک فلاش داخلی داره که به نام پاپ اپ فلاش یاد میشه که اکثر اوقات عکاسان میخواین عکس بگیرن در یک فضای تاریک قرار میگیرن، پاپ اپ فلاش بعضن اتومات خودش فعال میشه، بعضن میتونن با استفاده از دکمه خودش فلاش میتونن بازش کنن و میتونن در زمانی که خودتون میخواین عکس درست بگیرن با استفاده از فلاشش. لنز کامره هست که یکی از اساسی ترین و مهمترین بخش های کامره می باشه. همین لنز کامره. بله، لنز کامره می باشه که خیلی مهم می باشه برای کامره و خصوصا برای کامره پروفشنال DSLR که عکاسان پروفشنال یا عکاسان ماهر از اینا استفاده میکنن، با لنز های مختلف سر و کار داشته می باشن و یکی از مهمترین بخش های کامره لنز کامره هست. دریچه شاتر در قسمت داخلی کامرا لنز کامرا وجود داره که از این طریق این کامرا را وادار می‌سازد تا نور یا نور لازم یا مقدار نور لازم وارد کامرا بسازه تا ما بتونیم اون لحظه را ثبت کنیم. و میایم به قسمت دکمه آزاد کردن لنز. در هر کامرا DSLR یک قسمت وجود داره که یک دکمه غک است. با فشار دادن از این ما میتونیم لنز کامره را جدا کنیم و لنز دومی را عوض کنیم. امروش قسمت ویو فایندر داریم. در کامره های DSLR عموما قسمت است به نام ویو فایندر که ما از این طریق نمای خود دیده میتونیم، به درستی دیده میتونیم. اما این قسمت که است دیجیتال نیست، این قسمت ما میتونیم نرمال امروش از این سعی کنیم خود ما تغییرات آمده نمیشه. باز ما یک ویو فایندر دیگه هم داریم که نمایشگر تصویر نیز یاد میشه. اسکرین دیجیتالی LCD هم گفته میشه که ما میتونیم تصویر در هنگامی که قبل از اینکه ما تصویر بگیریم هم دیده میتونیم از طریق ازی و هم بعد از اینکه ما تصویر میگیریم میتونیم تماشا کنیم و تنظیمات کامره را نیز از طریق ازمی LCD هم انجام داده میتونیم. قسمت کفشک است رویا جان. کفشک قسمت را میگن که ما میتونیم دیجا فلاش های خارجی را که یک نوش همیجا مونده گستک انواع مختلف خود داره فلاش های اکاسی میتونید اون نصب کنین؟ بله در اون نصب میشه؟ یه بار نصب هم کنین؟ نصب میشه و دوباره فلاش دقیقاً. این با این فلاش کامره تفاوت داره؟ تفاوت از این است که فلاش کامره همیشه قادر به این است که نور زیاد پخش کنه تا بتونه یک فضای بسیار باز یا فضای بسیار کلان کاور کنه. از اون خاطر باز اکثر اوقات از فلاش های اکسترنال یا خارجی استفاده میشه به خاطر از اینکه یک عکس درست و با نور زیادتر و نور متوازنتر ما بتانیم یک عکس درست بگیریم. اکثر اوقات دوستان که مثال فلش خارجی را استفاده میکنن فقط با نصب کردن فلش همین قسمت میتونن به راحتی تنظیم کنن. همین لحظه رومال خودت یک عکس هم رو با فلش بگیر، یک عکس هم بدون فلش، ببینیم که چه تفاوتی هست بین این هر دو. راستم که این فلش هست که جداگانه نصب میشه به کامره. یک عکس همراه با فلش بگیر، بعد هم بدون فلش ببینیم که تفاوت بین هر دو عکس میتونه چگونه باشه. بعضی وقتا عکس بدون فلش هم خیلی مقبول میه. خب او بستگی به مو محیط است دیگه، همون چگونه روشنی یا باشه. اکثر اوقات ما استفاده از فلش که میکنیم، فلش باعث از این میشه که مو گفتم نور مقدار لازمه که ما میخواهیم به مو مقدار بر ما تهیه میکنه. کامره های کامپکت که استفاده میکنیم اکثر اوقات فلش به مو مقدار که ما نیاز داریم همیشه نمیزنه. اکثر اوقات وقتی که تصویر میگیریم تصویر ما کیفیتش پایینتر معلوم میشه. با فلش تصویر یعنی به اون چیزی که ما میخوایم به دست آوردن طبیعی تر نمی، غیر طبیعی عکس میه، از اون خاطر خیلی سازگار نمی باشه. اما فلش که همراه کامرای دیجیتال استفاده میشه، همراه کامرای DSLR استفاده میشه، اینا همیشه سازگار می باشن و کوشش میکنن خودشان همیشه در هنگام مورد نیاز فلش خود اینا چیز کنن،
فایر کنن که در مو حالت میتونن مثلا مقدار نور لازمه که نیاز میباشه ازو بیشتر به اندازه بالاتر یعنی نور پخش کنن همو نور پخش میکنن. خب درست است، عکس بگیر رومال ببینیم چگونه هست. متاسفانه به فکر من باتری فلاش خلاص شده. خب خیر است، امرو با فلاش خود کمره اگر عکس امرو با فلاش اگر عکس هم بدون فلاش درست است. فقط تفاوت بین هر دو بر ما هم معلوم شود، بر بیننده هم معلوم شود که تفاوت بین هر دو میتونه چگونه باشه، چون گفتید در بعضی وقتها هم عکس با فلاش غیر طبیعی تر هم میآید اکثر اوقات، لیکن با کمره دی اس ال آر گفتم که کیفیتش خوبیش همی است که همیشه خود را سازگار میسازه. از همون خاطر باز ما میتونیم درست عکس گرفته بتونیم. وقتی که ما همراه فلاش عکس میگیریم این همون مقدار نور که لازم بود همون قدر فلاش زد. اگر اتاق تاریک تر باشه شاید لایت های استودیو کم تر باشه فلاش ازی بیشتر شود، چون همون نیاز که میبینه خودش نظر به مو اندازه فلاش خود چیز میکنه. خب عکس از کدام زاویه از کجا میگیریم؟ عکس های مختلف گرفته میشه، امیدوار هستم که خودتان به خیالم میخوایی که یک عکس از خودت بگیرم. هفته قبل یادم هست که پاییز جان خواهش کرد گرفته بودیم گفت یک عکس ما را بگیم و برشان عکس گرفتم، متاسفانه عکس انداختن و نشته نکردن که عکاسش کی بود. خب خیر باشه اینال خدا دیگه بر بیننده بود که عکاسش کی بود. حتما باز انشاءالله خودشان نه خودشان میگن، حالا در استودیو نیستن باز بعدا سرم قار میشن میگن چرا خودت گفتی. خب خیر باشه، مهربانی رومال جان. حتما چرا نه، ما هم خوب است کم کم هر هفته خودت بیای ما هم خوب درست یاد بگیریم عکاسی از خودت. خوب است که دوستان که علاقمند هستند به رشته عکاسی خیلی برشان خوب میشه که عکاسی را حرفه ای تر یاد بگیرن و از این پس بتانن با کمره که در خانه دارن چی کمره دیجیتال است یا چی کمره دی اس ال آر تازه هست که به بازار عرضه شده میتونن از این استفاده کنن شه. و خوبی هم است که از این به بعد میتونن عکس های مقبول تر و خوب تر بگیرن و تنها نداشته باشیم که یک چند عکاس ماهر در افغانستان است، باید هر کس به خود یک عکاس ماهر در افغانستان شود و نام دقیقا. افغانستان روشن. بله و بیننده عزیز میتونن که هر وقت در رابطه با عکاسی سوالاتی دارن حتما با ما شریک بسازن، هر پنجشنبه از رومال خواهیم پرسید و همچنان نگفته نمونه هر تصویری که خود شما گرفتین همراه با کمره عکاسی که دارین میتونین که برای ما بفرستین، ما حتما روزه پنجشنبه بر شما نشان خواهیم داد و کسایی که بیننده برنامه هستن ببینیم که چقدر عکاس لایق در افغانستان هست. خب رومال عکس گرفتی؟ چطور بی خبره؟ خبر خوب میدادی؟ عکس ها اکثرا اوقات من کوشش میکنم ناگهانی باشه، ناگهانی میگیرم، طبیعی تر میگیرم، خیلی مقبول تر می عکس ها اکثر اوقات. این عکس هم رو با فلش است؟ با فلش گرفته می عکس ها و اگر دیده شوه چونی طرف نسبت به چیز سایه زیادتر بود بله. فلش بیشتر زده شد و عکس کمک روشنتر چی شد ظاهر شد. خب عکس هم عکسی است که ناگهانی گرفته شده از ما گرفته رومال و عکسی است که امرو با فلش گرفته شده. دقیقاً با فلش گرفته شده. خب اینا رو برو عکس بدین فلش بگیر از من. گرفتی یا که نگرفتی هنوز؟ نه بدون فلش تا حال نگرفتیم. این همه یک عکس بدون فلش. خب ناگهانی باشه یا که نه همون خب فرق نمیکنه. حالا آگاه هستن چون اکثر اوقات دوستایی که آگاه میباشن که قرار است عکس جان گرفته شود از خود اکتای میکنن یا مو اداهای را در میارن که غیر طبیعی معلوم میشه و در عکس خیلی مقبول معلوم نمیشه. خب خلاص شد اینا رو ببینیم که عکس بدون فلش چگونه آمده. اگر دیده شوه چون در اینجا مقدار نور زیاد یا بیشتر لازم نبود عکس بدون فلش بهترتر نسبت به عکس بدون فلش چقدر مقبول آمده. عکس بدون فلش واقعا هم رومال عکسی که همرو با فلش گرفته شده کمی غیر طبیعی تر بود ولی عکسی که بدون فلش گرفته شده خیلی مقبول و همون رنگ و همون چیزی که بود همگیش طبیعی و مقبول تر آمده، چون در عقب استودیو وقتی که میبینیم اگر سایه های وجود داره وقتی فلش میخوره اونا رو نمایانتر میسازه و بعضا هم مشکلات در عکس به وجود میاره. اما اگر بدون فلش میگیریم و لایت کافی داریم، نور پردازی خیلی خوب داریم، باز دو صورت ما رو میتونیم از فلش استفاده کنیم. دو صورت اگر استفاده کنیم اما مشکلات خود به بار میاره. بله تشکر رومال جان از اینکه امروز در برنامه همراه ما بودی. ان شاء الله که در هفته بعد هم روز پنجشنبه خودت می داشته باشیم و میتونیم بیشتر در رابطه با عکاسی و تصاویر زیبایی که میتونیم در هر جایی بگیریم بیشتر صحبت از خودت بشنویم. و تشکر از شما بیننده عزیز که در این بخش ما را همراهی کردید. میریم به طرف بخش دانستنی، در ادامه با شما خواهیم بود.